سلام با قسمت دوم ایدراپ اوپن اوشن در خدمت شما هستیم در قسمت اول ما در مورد ایدراپ اوپن اوشن به طور کامل صحبت کردیم و به شما آموزش دادیم که چطور میتونید در این پلتفرم معاملاتی رو انجام بدید برای اینی که بتونید امیدوار باشید که بتونید واجد دریافت ایدراپ بشید در اون زمان شرایطی که شما باید داشته باشید تا بتونید ایدراپ رو دریافت کنید مشخص نبود اما در حال حاضر که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم راند اول ایدراپ اوپن اوشن تموم شده خب اگر شما تا الان معامله توی این صرافی انجام ندادید نیازی نیست نگران باشید یک راند دومی دو هم وجود داره که ما در ویدیو به طور کامل برای شما توضیح میدیم اما اگر جزء کسانی بودید که ویدیو اول من رو دیدید و در این پروتکل معاملاتی رو انجام دادید خب حتما ویدیو رو نگاه بکنید تا متوجه بشید که شرایطی شرایط ایدراب چی بوده و آیا شما تونستید واجد شرایط بشید یا نه اما قبل از اینکه شروع کنیم خوشحال میشم اگر کانال من رو تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید اگر هم سوالی دارید میتونید توی بخش کامنت ها بپرسید سعی میکنم در حد توانم به اونها پاسخ بدم در ضمن من یک کانال تلگرامی زدم نان استاپ لینکش رو براتون در دیسکریپشن قرار میدم خیلی از مطالبی که نمیتونم در مورد اونها ویدیو ضبط کنم اخبار مهمی که در بازار به وجود میاد و یک سری آموزش ها که نمیتونه کانتنت های مناسبی برای یوتیوب باشه رو سعی میکنم در این کانال قرار بدم حتی خبر ایدراپ اوپن اوشن رو خب من تونستم زودتر در کانال قرار بدم به نسبت کانال یوتیوب پس حتما جوین بشید تا بتونید در جریان آخرین اخبار و ای ها قرار بگیرید اول از همه باید این موضوع رو بیان کنم که اگر شما این شرایط رو دارید و واجد دریافت ای در راند اول شدید واقعا من رو خوشحال میکنید اگر در بخش کامنت ها این موضوع رو اعلام بکنید از صمیم قلب برای همه آرزو میکنم که واجد این شرایط باشید و بتونید ایدراپ رو دریافت بکنید خب اولین موضوعی که باید بهش اشاره بکنم اینه که هنوز توکنی ایدراپ نشده و صرفا شرایطی که شما باید میداشتید برای اینی که بتونید واجد دریافت ایدراپ در این راند بشید رو بیان کرده سفر رو پایین میکشم کشم اولین موضوعی که باید به اون توجه داشته باشید این هست که حدود 10 میلیون توکن در راند اول به صورت ایدراپ پرداخت میشه به افراد داده میشه و در راند دوم هم حدود 10 میلیون توکن دیگه ایدراپ میشه پس اگر راند اول رو از دست دادید میتونید راند دوم رو داشته باشید آیا شرایط راند دوم مشخص هست نه مشخص نیست و شما میتونید تراکنش های اضافه داشته باشید و یا اینی که ممکنه اعلام کنن کسانی که در راند اول واجد نشدن در راند دوم واجد میشن هر کاری دوست داشته باشن میتونن انجام بدن و واقعا میشه گفت یک حالت بخت آزمایی داره خب اگر شما در راند اول تراکنش انجام دادید راند اول یعنی چه تاریخی اگر شما توی این تاریخ و این ساعت حد اکثر تا این تاریخ و این ساعت تراکنشتون رو انجام داده باشید میشه گفتش که اولین شرط دریافت ایدراپ رو دارید اگر شما نهم تراکنش رو انجام دادید عملا شما میشه گفتی که واجد دریافت ایدراپ در این راند نیستی ساعت رو هم توجه داشته باشید اگر یادتون نیست که در چه زمانی تراکنشتون رو انجام دادید میتونید از بخش اکتیویتی تراکنشتون رو مشخص بکنید و ببینید که در چه تاریخی این تراکنش انجام شده عملا میشه گفتش که اکثر کسایی که ویدئوی من رو دیدن و در همون زمانی که ویدیو رو دیدن رفتن تراکنش انجام دادن میشه گفتش که اولین شرط رو دارن چون ما خیلی زودتر از این تاریخ ویدئو رو در یوتیوب آپلود کردیم اما دومین شرطی که باید داشته باشید اینه که یا چهار تا تراکنش انجام داده باشید در پروتکل تراکنشی که موفق بوده باشه نه اینی که فیل شده باشه و یا اینی که یک تراکنش انجام داده باشید و اون تراکنش مبلغی که داشته بیشتر از 40 دلار بوده باشه یعنی اگر شما 39 دلار بوده عملا این شرط رو ندارید لازم نیست هر دو تاش رو داشته باشید یکیش کفایت میکنه یا بیشتر از 40 دلار بوده باشه یک دونه تراکنش شما و یا اگر بیشتر از 40 دلار نبوده مثلا ده دلار بوده چهار تا تراکنش موفق انجام داده باشید پس اگر این شرایط رو ندارید متاسفم میتونید امیدوار باشید که در راند دوم بتونید واجد دریافت ایدراپ بشید خب پیشنهاد من اینه در راند دوم اگر بخش جدیدی به پروتکل اضافه شد از اون بخش استفاده بکنید سعی کنید مبالغتون رو بالاتر ببرید تعداد تراکنشاتون رو بالاتر ببرید و میگم در راند دوم هم حالت بخت آزمایی داره اما چطور میتونید توکن ها رو برداشت بکنید در سایت اوپن اوشن فایننس شما میتونید این کار رو انجام بدید هنوز توکنی ایدراپ نشده و شما نمیتونید شاهد قسمتی باشید که بتونید ایدراپ ها رو دریافت بکنید به زودی در سایت قرار داده میشه پس نیاز هست حتماً پیج توییتر اوپن اوشن رو دنبال بکنید تا بتونید در جریان آخرین اناونسمنت ها اعلامیه ها قرار بگیرید هرچند من در کانال تلگرام خودم حتما این موضوع رو اشاره خواهم کرد و حتی اگر شد سعی می کنم در رابطه با نحوه برداشت یک ویدیو دیگه ضبط کنم ولی این موضوع رو قول نمیدم ولی قطعا در کانال تلگرام خودم به این موضوع اشاره می و آموزشش رو براتون قرار خواهم داد اما یک مقدار در مورد توکن OOE یا توکن اوپن اوشن در این مقاله توضیح داده شده یک نکته دیگه هم که باید توجه بکنید خیلی ها فکر میکنن که الان بخوان ایدراپ رو دریافت بکنن نیاز هست که KYC پر بکنن هیچ نیازی به KYC نیست صرفا از شما ایمیل میخواد که به نظر من بهتر صبر بکنید تا زمانی که ایدراپ صورت بگیره و مطمئنا خیلی کاملتر خود اوپن اوشن اعلامیه میزنه و این موضوع رو برای شما بیان خواهد کرد اما هیچ نیازی به KYC ندارید اینجا یک مقدار در مورد کاربردهای های توکن اوایی توضیح داده دقت داشته باشید خیلی از این کاربردها ها حتی زمانی هم که توکن ایدراپ بشه عملا بلا استفاده خواهد بود در رودمپ خودش این کاربردها ها قرار داده شده و میشه گفتش که فعلا اشاره کردن به خیلی از این موارد بیفایده هست اما بخوام به طور خلاصه بگم یکی از مهمترین اونها پروتکل گاورننس هست به عنوان یک توکن که برای رای دادن استفاده میشه توکن حکومتی هست در پروتکل های غیر متمرکز یک موضوعی که باید بهش توجه داشته باشید اینه که هر تغییری که بخواد در پروتکل صورت بگیره یک پروپوزال نوشته میشه یک رفراندوم برگزار میشه و افراد میان رأی میدن و اگر اون پروپوزال رأی بیاره عملی میشه اگر هم رأی نیاره عملی نمیشه خب کسانی میتونن در این پروپوزال ها رای بدن در این رفراندوم ها رای بدن که بتونن گاورننس توکن داشته باشن و به وسیله گاورننس توکن میتونن رأی خودشون رو بدن توکن اوی یک گاورننس توکن هست برای پروتکل اوپن اوشن و کسانی که این توکن رو داشته باشن میتونن در رفراندوم ها شرکت بکنن و نظر خودشون رو بدن خب برای پلتفرم ها و پروتکل هایی که مهم هستن اینکه که شما حق رأی زیادی داشته باشید میتونه خیلی مهم و با باشه دومه موضوع بحث گس هست هزینه های تراکنش شما با داشتن این توکن میتونید هزینه های تراکنش پایین رو پرداخت بکنید بخش لیکویدیتی ماینینگ هست خب یه جوری اومدن شبیه بخش پنکک سواپ رو میخوان اجرا بکنن اینی که شما لیکویدیتی ایجاد بکنید نقدینگی ایجاد بکنید بتونید توکن دریافت بکنید و خب یکی از توکن هایی که شما میتونید نقدینگی برش ایجاد کنید قطعا ای هست و کارورت هایی که درینده مشخص میشه و خیلی از اینها زمانی که ایدراب صورت بگیره و توکن عملا عرضه بشه شما شاهدشون خواهید بود یک موضوع دیگه میشه گفت 456 و, و فکر نمی کنم به زودی عملی بشه یک دو سه میتونه جز کاربورت هایی باشه که به زودی شاهدشون باشیم ولی چار فکر میکنم مدت زمانی طول بکشه خیلی نمیخوام به این موضوع اشاره بکنم یکی بحث وی آی پی برای صرافی متمرکز هست که به شما یک سری امکانات میده مثلا برای میکر و تیکر هزینه تراکنش پایینتری رو بدید تریدینگ فی کمتری در صرافی متمرکز پرداخت بکنید برای برداشت توکن ها هزینه پایینتری رو بدید و اینی که بخش کلدرال که بتونید به عنوان وسیقه او رو بذارید این ستا من خیلی بهشون اشاره نمی کنم چون خیلی بعید می دونم حالا حالا ها این ستا باشیم دقت داشته باشید هر چقدر که کاربرد یک توکن باشه خب خیلی عادیه اما اگر از پروتکل استفاده نشه جاییم 6 تا کاربرد حتی اگر 20 تا 30 تا کاربرد هم باشه عملا بیفایده است مهم اینه که از پروتکل استفاده بشه و اگر از پروتکل استفاده بشه همین کاربرد اول میتونه کافی باشه برای انفجار قیمت توکن و اگر استفاده نشه هر چقدر هم که کاربرد داشته باشه هیچ اهمیتی نداره پس چیزی که من بهش توجه میکنم کاربرد توکن نیست خیلی اینجا بیشتر این هست که آیا از این پروتکل استفاده میشه و یا نه یک سری موضوعات رو در رابطه با توکنامیک بیان کرده کل توکن ها مجموعشون یک میلیارد واحد هست که دو درصدشون به صورت ایدراپ پرداخت میشه ده میلیون واحدش در راند اول و 10 میلیون واحدش در راند دوم به صورت ایدراپ پرداخت میشه سعی میکنیم شما رو در ایدراپ های اوپن اوشن همراهی بکنیم برای راند دوم برای دریافت ایدراپ در راند اول و همینطور ایدراپ های دیگه ای که میتونیم در آینده شاهد اونها باشیم حتما حتما کانال تلگرام رو دنبال بکنید امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار